یکی از علاقه های انسان، گرایش های انسان عجله است. این عجله و شتاب زدگی در کنار همه علاقه ها کار ما رو خراب میکنه. پای ثابت همه بدی های ما عجله است. یعنی معمولا شما نمیتونید یه علاقه بد پیدا بکنید که منجر به یه رفتار بد شده باشه که عجله توش نباشه. مثلا در سوره انبیاء خداوند متعال می‌فرماید خلق الانسان من عجل. انسان اصلا از عجله آفریده شده. می‌خواد بفرماید از خاک آفریده شده، می‌فرماید از عجله آفریده شده. یعنی چی؟ یعنی خیلی انسان روحش تنیده شده با عجله. یا می‌فرماید در سوره اسراء و یدع الانسان بالشر دعاءه بالخير. انسان چیکار می‌کنه؟ بدی ها رو میخواد با زبانی که داره خوبی ها رو میخواد. یعنی انسان به ظاهر فکر میکنه یه چیز خوب داره میخواد، ولی واقعا یه چیز بد داره میخواد. چرا اینقدر اشتباه میکنه که یه چیز بد رو خوب تلقی میکنه و او رو تمنا میکنه، او رو میره به سمتش که برداشت بکنه؟ چرا؟ یدع الانسان بالشر دعاءه بالخير و کان الانسان عجولا. چون شتاب زده است، خیر و شر خودش رو قاطی میبینه، غلط میبینه. چیزی که به ضررشه رو دقیقا میگه این به نفعمه. یا الله میخوام، یا از خدا میخواد، یا تو دنیا برنامه‌ریزی میکنه که بهش برسه، یا از دیگران میخواد. دقیقا این همون چیزی که به ضررته چرا درست تشخیص نمیدی؟ میفرماید به خاطر عجله درست تشخیص نمیده. میدونید بعضی ها وقتی به حق میرسن عجلهشون رو اینجوری ابراز میکنن، میخوان حق رو نپذیرن، میگن کو آثارش، کو ببینم. یعنی با شتاب زدگی خودشون رو بدبخت میکنن. چه اتفاقی درشون میفته؟ میگه قیامت رو من الان ببینم قبول میکنم، صبر کن قیامت هم میرسه. کو مرگ؟ میخواد مرگ رو ببینه آدم بشه، صبر کن مرگ هم میرسه. یا مثلا بهش میگه آقا این کار حرام رو نکن، ضربه میخوری. میگه من کو انجام دادم ضربه نخوردم، صبر کن ضربهش هم میخوری. آقا این کار خوب رو انجام بده، نتیجه خیرش رو میبینی. کو من ندیدم، یه بار انجام دادم، صبر کن نتیجه خیرش رو میبینی. راستش اینه که حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام که از بهشت اخراج شد سر اون اشتباهی که کرد، عجله در کارش بود، شیطان هولش کرده. اگه یکمی میگفت صبر کن من روش فکر میکنم بعدم بهت میگم، اصلا نمیرفت. شیطان همین کارو میکنه. بعضی وقتا آدم رو هول میکنه. هول میکنه یعنی چی؟ میگه از دست میدی. یا رفقا من به شما بگم، هیچ لذتی رو هیچ وقت از دست نمیدید، نترسید. اونی که برات مقدر شده بهت میدن، گر نستانی به ستم میدهن، میزنن و میدنت. عجله نکن. اینا وسوسه های شیطان نامرد. میگه دست میدی، آدم رو هول میکنه. خدا هی از این طرف میگه ببین هیچی رو دست نمیدی، نترس، پیش من هر چی بخوای بهت میدم. مثلا در روایات داره برخی نماز میخونن عجله دارن برای کارشون، میخوان برن به کارشون برسن، خب تعقیبات نمیخونن. در روایت میفرماد خدا میفرماد بنده من کجا رفت؟ چه عجله ای داشت؟ به چی میخواست برسه؟ میخوام من هر چی میخواد بهش برسه رو نابود کنم براش؟ خب این شتاب زدگی رو خدا بدش میاد، در ارتباط با دنیا هیچ وقت عجله نکنید. هر وقت هیچ عجله ای نکنید بهترش گیرتون میاد. هیچ لذتی رو هیچ وقت از دست نمیدید، نترسید. اونی که برات مقدر شده بهت میدن، گر نستانی به ستم میدهن، میزنن و میدنت. عجله نکن.